شماره 132 به باجه 2. شماره 133 به باجه 2. میشه روبندتون رو بردارین؟ خانم بلوری نیستم. مرخصی ساعتی رفت. امروز نمیام. نمیدونم. لطفا روبندتون رو بردارین. چرا؟ چون قانونه خانم. من که اسکنر چشم ندارم که بتونم تشخیص هویت بدم. شناسنامه مدرک دیگه هم هست. میخواین اونا رو بده؟ کار ایشون رو من انجام میدم. گفته بودم خواستی بیای به خودم زنگ بزن. دستت درد نکنه. میشه بگی چقدر تو حسابمه؟ چرا نمیشه؟ بفرمایید اینم موجودید. این چک پاسشه، فکر کنم پول جور شه. ایشالله میشه 4 میلیون شو نگه داری بقیهشو به این چک بدی؟ چک رمزدار؟ آره، باید بریزم به این حساب. تو در بازه دیدی؟ باز یکی از مردک ها رو جا گذاشته بود. فرزانه، فرزانه ببین، بازم دارم بهت میگم، تو با این پول میتونی خیلی کارا بکنی، میتونی صورتتو درست کنی. میدونی چه آبروی ازم رفته؟ میدونی در تو که همه چی رو میدونی؟ میدونم عزیزم، میدونم، اما به خدا یه ساعت بعدش پشیمون میشی. همون یه ساعت یه دنیا میارزه. ای وای. خیلی عجله داری. تایی این همه پول برای خانم تنهایی مثل شما بعد کار مشکل بوده باشه نه؟ چند ساله دارم پول جمع میکنم، ولی ما 8 ماه این متهم رو دستگیرش کردیم. از همون روزی که این کار کرد میدونستم گیر میافته. خدا خیلی بزرگه آقای قاضی. خدا هم عادل و هم بخشنده. به جای منتظر موندن پیشتر به کاری که داری میکنی فکر کن. حتی تا یه روز قبل از اجرای حکمم وقت داری. تو به مرکز مشاوره و روانکاوی رفتی؟ دقیقا میدونی داری چی کار میکنی؟ دقیقا میخوام همون کاری رو بکنم که اون با من کرد. همه تعجب کردن، واقعا به تبریک میگم. خدا حداقل تو یه موضوع کمکم کرد. آره خدا رو شکر. بیا اینا رو بگیر. این روزا طرفدار زیاد داری یا؟ کی؟ اینا طرفدارا رو بردن دیگه، برای فرشته نامرئیشون. به لطف شما همیشه اتاق من گلبارونه. بیا اینا مرد از اصفهان آوردن. ممنون، قشنگه. ولی از اون قشنگتر تعداد این گلاست. 7 تا. تو رو بهش فکر کن. خب بازم ممنون به خاطر همه چی. فهمیدم چرا هفته.
چی کار داری؟ اجاره کردم. کوکب خانم بهت نگفت این اتاق یه نفر است؟ گفت ولی جا نبود. خیلی التماس کردم تا قبول کرد. اتاق من اجاره ای نیست. بفهمید. خب حالا مگه چی میشه؟ نمیشه. ولی میگن جنوبی ها خیلی با معرفتن. من جنوبی نیستم. فرزانه جون فصل امتحاناته، اتاق خالی نداریم. دختره کم از شهرستان اومده، اینجا هم کسی رو نداره. یه امشب و مهمونته. باشم صحبت کردم که ایشون مزاحمتی واسه درست نکنه. با این همه اتاقت اختیارشو داری. راضی نیستی؟ بگم اصلا خستم، میرم میگیرم تخت میخوابم تا صبح. کار به کار شما هم ندارم. تازه بهش گفتم نصف اجاره اتاقم بده به خودت. اصلا همه اجاره رو میدم. اجاره نمیخوام. حل این چیزایی که بهت گفتم یادت نره. خیلی پر حرفی نمی کنی، سوال جوابم ازش نمی کنی. یه چیز دیگه ببین، لوازم آرایش، آینه، ماینه اینا رو هم باز نمی بخش نمی کنی. برو اجازه دادیم بمونم. یکی قدم برای من برداره، من 10 تا قدم براش برمیدارم. بفرما پاستی، دهن تو شیرین کن. نمیخورم. البته دکتر خانوادگیمونم به من گفته نباید زیاد شیرینی بخورم. من دارم میرم بیرون. چیزی از بیرون نمیخوای؟ نه. خدافظ. Thank you.
راجع من چی فکر کردین؟ اصلا خودم فردا باهاتون تماس میگیرم. دیگه هم نصف شبا به من زنگ نمیزنین ها. سلام. سلام. دارم وسایلم جمع میکنم از اینجا برم. گریه کردی؟ نه کلا صبح چشام پف داره. ببین اگه بخوای میتونی چند روز دیگه هم اینجا بمونی. راست میگی؟ نه پس شوخی دارم. این همه پلن اومدم بالا که سر به سر تو بذارم. این نظر خود فرزانه بود. الانم بلند شو اینا رو بذار سر جاشون. دارم میرم صبحونه درست کنم، املت هم درست کنم. میخوری که؟ میخورم. خب صورتش سوخته؟ پس دیدیش نسوخته، سوزوندنش. کی؟ چه فرقی میکنه؟ وای چقدرم که خوشگل بوده. چند وقت اینجاه؟ فکر کنم 3 سال. خانواده ای کسی رو نداره؟ ببین وقتی حوصله دارم املت و پیاز میزنم خیلی خوشمزه میشه. میگم فرزانه کارش چیه؟ دختر تو چیکار به خلق خدا داری؟ خودش صلاح بدونه بهت میگه. خودت تو چیکار میکنی؟ من گفتم که دانشجوام. تو دانشجو نیستی. من که کارت دانشجویمو بهتون دادم. ببین من 15 ساله تو این کارم. به اندازه موهای سر خودم و خودت دانشجو دیدم. تو چشای تو دلهوره درس و امتحان نیست. یعنی میگی من دروغ گفتم؟ خودت چی میگی؟ من به خدا آدم خطرناکی نیستم. اونه که میدونم. تو چه خطری برای من و این پانسیون داری؟ هر خطری داری واسه خودته. ببینم از چی فرار میکنی؟ فرار؟ کی گفته من فرار میکنم؟ چشات؟ اگه اینطوری پس چرا منو راه دادین؟ چرا منو بردین اتاق فرزانه؟ چرا میخواین که بمونم؟ روزایی که اینجایی از فرصت استفاده کن. به فرزانه خوب نگاه کن. که نمیدونی بابام چقدر بدبختی کشید تا اون 7 میلیون رو جور کنه تا من آلاخون والاخون نباشم بتونم یه خونه اجاره کنم. به خدا اگه بفهمه من خونه اجاره نکردم و پول از دست دادم میدونی چی کار میکنه؟ منو برمیگردونه شهرستان. مگه تو نگفتی 5 میلیون بده 10 روز برمیگردونم؟ خب این قفاری به خاطر اون 5 میلیون باقی مونده از من سفته گرفت تا اون اجاره نامه رو تنظیم کنه دیگه. نه منظورم این نبود. اصلا ببخشید ناراحتت کردم. ببخشید دیگه. بگو بخشیدی. آخه من که غیر از تو هیچ کسو ندارم تو این شهر. منم خیلی
بعدا با هم حرف میزنیم. آره آره آره، باشه باشه، خدافظ. سلام. سلام. چرا اتاقا مرتب کردی؟ کار بدی کرده؟ نه ممنون، اونقدر به تنهایی عادت کردم که حواسم نبود. کوکب خانم گفت فردا یکی از اتاقا خالی میشه، من میرم، مزاحمت نباشم. مزاحم نیستی، مگه اینکه بترسی. بترسم؟ از چی؟ دفعه آخر که یه همتاقی اومده بود پیشم، نصف شب رفته بود تو راه رو خوابیده بود. بعدم به کوکب گفته بود تا صبح کابوس دیده. تو که کابوس ندیدی؟ نه. چشمایی به این قشنگی، منظورم اینه که تو اصلا زشت نیستی. بعدم این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. تو از کجا میدونی چه اتفاقی برای من افتاده؟ آخ ببخشید، وقتی داشتم اتاقو مرتب میکردم یکی دوتا روزنامه دیدم مربوط به 4 سال پیش. پس تو دیگه حالا هم به نظر من زندگی تو رو باید کتاب کرد برای عبرت. نمیخوام کسی برام دل بسوزونه. میگم از قبل از این اتفاق عکسی داری؟ از بچت خبر داری؟ بی خبر نیستم، از طریق دختر خالم. چرا نمیره ببینیش؟ نمیخوام منو اینجوری ببینه. راستی اسمش چیه؟ سهر. شما؟ سلام، من سارا، زن بهرام. قسمت میدم به این قرآن، بذار بیام تو. چقدر بهرام منو میشناختی، چی بینتون بوده نبوده، ولی یه چیزی رو میدونم، این که من عاشق بهرامم، مردمه، زندگیمه، سهممه. این بچه هم ثمره عشقمونه، ثمره زندگیمونه. من بیوه بودم که بهرام اومد خواستگاری، با این که میدونست به خاطر نازایی منو طلاق داده، اما پام واسداد، منم عاشقش شدم. به خاطر همین هر کاری که بگید کردم، خودم به آب آتیش زدم تا بچه دارشم، اما نشدم. بهش التماس کردم، گفتم بهرام برو زن بگیر، من راضیم،
اما نگرفت، پام واستاد مردونه، تا گفتن آخرین شانسمون، آخرین راه درمانمون تهرانه. باید از شهرستان میومدیم تهران، یه عالمه پول هزینش میشد، بهرام شب و روز کار میکرد، خودشو کشت، زیر بار قرض رفت، پولشو جور کرد تا من حامله شدم. اما یه ماه هم بود که بهرام یه شب رفت و بر رنگشت، گرفتنش به جرم اسید پاشی. تازه فهمیدم که اون کابوسای شبانش دلیلش چی بود. عذاب میکشید، زجر میکشید، اما دیگه بسه، بسشه، تاوانشو داده. نمیخوام وقتی بچه‌مون به دنیا میاد صورت پدر گناهکارشو سوخته ببینه. فرزانه خانم، بس، اون عذاب کشیده، منم عذاب کشیدم، دیگه بس. خانومی کن، ببخش. بس دیگه، واسه خودت یکی و تنها سوار شدی و به تاخت داری میری ها؟ بذار منم بگم که بفهمی بابای بچه چطور زندگی ما آتیش زد. همش 18 سالم بود که شوهرت سر راه مدرسه جلوم سبز شد. من مزاحمش نبودم، خواستم خاطر خواهی؟ من جنازه دخترم هم رو شونه ای تو همسالتا نمیذارم. برو، اگه یه دفعه دیگه تو این کوچه پیدات بشه نقره داغت میکنم. چشمو ولی من خسته، هر چیزی یه رسمی داره بچه. اگه خیلی مرد شدی برو با پدر مادرت بیا خونمو، تو رسم مردونگی رو رو فرش خونمو بهت یاد بدم، نه تو کوچه. هری، تو؟ بله من گفتم که آقا من خاطر دختر شما رو میخوام. بابا موسم نمیاد خواستگاری، گفتم خودم بیام، خودم خواستگاری میکنم، مرد و مردونه، قولم میدم خوشبختش کنم. به به، گل پسر، شاخه نبات، قنده اصل. پس او از زیر بوته به عمل اومدی، بهت گفتم برو با بابا و ننت بیا. میبینی دنیا عوض شده، تو که نه کس و کاری داری، نه کار، نه پول، چه قولی میخوای بدی؟ تازه همچین آدم سربزیر و صاف ساده ای هم نیستی.
میخوای دوماد سرخونه بشی؟ بهرام محبی، خب دو تا گزارش از آگاهی، یه حکم جلب از دادستانی تو پروندت هست. شرارت، نزاع دست جمعی، معاونت توی سرقت، الانم که مزاحمت برای نوامیس، درگیری توی قهوخونه. پسر جون اگه بتونی از شاکی این پروندت هم رضایت بگیری، خسارت قهوخونه رو بدی، واسه پرونده های قبلیت محاکمه میشی، برای هر کدومش هم کلی محکومیت داری. حالا چی داری؟ بعدش ده باشد بهرام رفت زندان. هفت ماه بعد صادق اومد خواستگاری. بابا من بی‌معطلی بساط عروسی رو به پا کرد. ما رفتیم سر خونه زندگیمون. صادق مرد خوبی بود، کارگر بود، اهل زندگی، ولی با تعصبای خودش. عجب روزگار بعدی شده. حاج آقا کمالی رو که میشناسی؟ آره، چطور مگه؟ ای بابا چی بگم، چند وقت پیش واسه پسرش نامزد کرده، حالا معلوم شده که دختره. قبلا دوبار نامزد کرده و شیرنی خورده و جدا شده. والا رو که رو نیست، سنگ پای قزوینه. من از پسر حاجی کمالی تعجب میکنم، غیرتم خوب چیزی. صادق حتی نمیتونست بفهمه دختری نامزدیش به هم خورده، چه برسه به اون که یه عاشق سینه چاک مزاحم داشته. خب بهرام که زندان بود، تو هم که ازدواج کرده بودی، دیگه چرا اینطوری شد؟ همش این نبود. باش بهرام، رو گوشی ها رو زدن دیاره. آره داشت، همون اول که رفتیم اون تو حبسه دیگه، مهمونی که نبود، ولی جون مرتضا بعد تو اونی دادم. تو سال مف خوابیدم اون تو، البته فدای یه تارموی فرزم خانم. آره بابا، بسوز پدر بیپولی. بابا شاه نایمن، تو که دیدی من رفتم مثل آدم حرف زدم، مثل آدم خواستگاری کردم، اونا شروع کردم. آخ که اگه راه میومد دنیا رو گلستون میکردم برای فرزنم. ولی خب حالا هنوز دیر نشده. باش برام، وقتی رفتی حبس به موت قسم مثل مرغ سرکنده حیرونه. آره جونه داداش، دی خود جونه داداش، جونه داداش نکنی، جونه من کشک نیست قسم بکنی که یه دفعه که دونه ایمد بلاغا. محل چه خواه؟ محل که سر جاشه، آدماش سر جاش میگیسن. باش برام. یعنی چی؟ بیچی داشت شرک میگه. منظورش اینه که خودمون هم همچین محل نبودیم دیگه. اشبرام به دیگه اونو یاد داد. اشبرام بی خیال شو، فرزانه بود، یه مرتکب بغلستش بود، یاد داد داشت بی خیال. تو خفش زر رزم با تو امرتزا این چی بود باش؟ نمیشتم میگم یاد داد. آرام جان باش، حقیقتا روم نشد بهت بگم. تو که افتادی هفت شیش ماه بعد این بابا رو شوهرش دادن. یارو الان یه دونه بچه داره. بی خیال شو مشتی، اون الان دیگه زن شوهر داره. آره داداش خوبیت نداره. خفش شو مرتزا، خفش شو. من دو سال نرفتم تو زندان، به کفم که خیلیشو بزنم. این دختر همه زندگی منه، میفهمی؟ وقتی میگم دور بزن، دور بزن. باشه باشه دور بزن، برو جلوش. Thank you.
که نگاه میکرد نمیدونستم از رو عشق یا کینه، ولی هرچی بود دردم رو به شوهرم نمیتونستم بگم. خیلی ترسیده بودم تا اینکه اون روز صبح آبرو مثل آب میریزه رو زمین، دیگه با هیچی نمیشه جانش کرد. تو اون شهر کوچیک شده بودم انگوش نما. اولا صادق چیزی نمیگفت، ولی یه خورده که گذشت انقدر خواهراش و فامیلاش و دورووریاش به گوشش خوندن که دیگه باور نمیکرد بین من و بهرام چیزی نبود. دل داداشم خونه بنده خدا، حتما پسره با فرزانه یه سر و سری داشته که الان کینه کرده و اسید پاشیده تو صورتش. همیشه یه کلاغ هست که چهل کلاغ میشه. آره دیگه، تا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزا. همه زندگیم سوخته بود، نه فقط صورتم. بچه‌ام میترسید بیاد بغلم. تحمل نگاه های صادق رو نداشتم، ازش خواستم طلاقم بده، اونم قبول کرد، طلاقم داد.
حالا میخوام شوهرت مثل من با صورت سوخت بچهشو بغل کنه که بفهمه وقتی جگر گوشش ازش میترسه یعنی چی، وقتی هر جا میره همه ازش فرار میکنن یعنی چی. میخوام بفهمه من تو این سالا چی کشیدم. حالا هم پاشو برو، دیگه نمیخوام ببینمت. بله نه دیگه امروز نمیرسم بیام، بخوام دکتر بگید فردا، بخوام دکتر رو به ایسی بگید حتما. بله بله ممنونم. الو سینا، بدبخت شدم. قفاری خونه رو اجاره داد، میخواد از اومیلون تومن پول بیانم ضرر زیان برداره. این قفاری اصلا آدم درستی نیستا، میترسن سفته رو ببره بذاره اجرا. چه شده این که درست؟ خب برو من میگم بیان درست. کوکر خانم یادم میمیده حتما بزنیم. چرا آدرس دادی؟ آدرس؟ چه آدرسی؟ آدرس منو دادیم به این زنه، من همه جا آدرس اشتباه میدم. اون وقت وای اینقدر عصبانی نشو و جوش نخور، هزار بار بدبخت زنگ زد، التماس کرد، گریه کرد، گفت با چه بدبختی این شماره رو پیدا کرده. خب منم آدمم، دلم سوخت، خودم شاید بیاد با اشکاش یه کاری بکنه که تو دیگه این فکر قصاص رو فراموش کنی. برفاش فکر کن فرزانه، ثواب داره والا. فرزانه تو از قانون چک و سفته چیزی میدونی؟ چک و سفته؟ نه، باید با یه وکیل مشورت کنی. چطور مگه؟ شب اول فهمیدم گرفتاری. قصه این گلا چیه؟ اینا بچه ها من. تا از اهدای تخمک چیزی میدونی؟ IVF؟ یه چیزای شنیدم، بعضی خانوما که نازایی دارن از تخمک های یکی دیگه استفاده میکنن. نکنه تو با فروش تخمک پول قصاص رو جور کردی؟ از بعضی ها پول گرفتم، به بعضی هم بخشیدم. قانونیه؟ بله شرعی هم هست، مراجع قانونی هم تایید کردم. چه جالب، پس تو الان 7 بچه داری؟ دوتاشون هم دوقلو. منم میتونم؟ نه خیر، باید مادر باشی. تو چطوری رفتی دنبال این کار؟ خدا کمکم کرد، هیچ جا به ام کار نمیدادن، یعنی خودم هم روم نمیشد دنبال کار برم. تا اینکه یکی تو اون مرکز ناباروری کار میکنه خانم دکتر ویسی رو به ام معرفی کرد. خدا عمرش بده. بالاخره جواب داد آقا. کی؟ سینا، هم پسری که برای تعریف کردم. دکتر اویسی، نکنه همین دکتر اویسی سارا رو میگی؟ لحظه رفتن یادته؟ تلفنش زنگ خورد، گفت به دکتر اویسی بگین تو این شهر هزار تا دکتر هست، چند تا مرکز ناباروری هست؟ دو سه تا. مگه میشه تو همشون یه دکتر اویسی باشه؟ نمیشه دیگه. این ساره گفت کی میخواد بره دکتر؟ دکتر هنی نایمده. بیا بریم بشینیم.
اینجا همین یه در داره، همه از اینجا میان. سلام فرزندم. اونهاشون خانم دکتر اویسیه، یه روز در میون 9:30 صبح تا 2 بعد از ظهر اینجاست. خوبه دیگه، تای تایش 500 اینجا. خدا نکنه اون زنه بیاد. ولی نباید زندگی تو ول میکردی. با اون همه حرف عادیش دیگه نمیشد. یعنی هیچ که دنبالت نیومد؟ نشونی ما نداشتن. سارا سلطانی، بفرمایید، نوبت شماست. خانومایی که مادر شدنش را از او داره الان اینجاست. بیا بریم ببینش. شفتگی دارم، چقدر بارونی حالم، نمیدونم به چه جرمی همیشه من بدهکارم. این تنهایی و غربت بدون همدم و صحبت، تو این زندون بیمهری منم، با این همه تهمت منم، با این همه تهمت. نه یه دارو نه یه مرهم، دارم میمیرم از دردم، همش فکر یه راهیم که از این مهلکه درم. به این دردو منو بردن به نابودی خدا، من صدا کردم تو این مدت کجا بودی خدا،
صدات کردم، تو این مدت کجا بودی؟ چقدر آشفتگی دارم، چقدر بارونی حالم، نمیدونم به چه جرمی همیشه من بدهکارم تو این تنهایی و قربت، بدون همدم و صحبت تو این زندون بی مهری. با این همه من دروغ نگفتم، واقعا دانشجو، ولی چند ماهی که درسمو تموم کردم. بعد نگشتم خونمون چون تو شهرمون هیچی نمیشن، ولی اینجا همه چی هست. تا چند ماه دیگه هم قراره با اونی که دلم میخواد ازدواج کنم و خوشبخت بشم. الانم دارم تو دفتر یه مجله خبرنگاری میکنم، چون درسمو تموم کرده بودم خوابگاه دیگه رام نمیدادن، به خاطر همینم اومدم اینجا. حالا شما بیشتر از خانوادم در موردم میدونی. خب خیلی خوبه که تو همه چی رو بهم گفتی، ولی این خیلی بده که گفتی خبرنگاری. آها، اصلا نگران نباشی، خیلی راحت ادامه بده، هر جا وقت شد خودم درستش میکنم. دستت درد نکنه دفتر. حالا که چاپ میشه؟ مصور زود زود آماده میکنم، میدم سردبیر، ولی اون حرف آخر میزنه. کوکر خانم، میشه کلید اتاقو بدیم؟ با تلفن کار دارم. خیر باشه، ببین اینی که چسب داره اونجا رو باز میکنه، اینطوری خوبه؟ آره کاکا، کن صورتتون رو اینوری کنی، حالا به لنز نگاه کنیم. آها خیلی خوبه، آماده این؟ بله. 3 2 1. دست درد نکنه دختر. الو سارا خانوم، ببخشید. الو سلام، میشه با سارا خانوم حرف بزنم؟ بله. از زن دوم گرفتن شوهرت، طلاق دادن تو، ندیدن پسرت، تعریف کن. تا اونجا که گفته بودم قبوله دیگه. الو سارا خانوم هستن؟ الو سارا خانم، خودتی؟ من فرزانم، میخوام ببینمت. فرزانم باز کن. بفرمایی تو، خواهش میکنم بفرمایی. خیلی دلت میخواد من از قصاص بگذارم، نه؟ خب معلومه، من واسه رسیدن به قصاص از همه چیم گذشتم، خونوادم، بچم، آبروم.
تو چی کار حاضری بکنی؟ هر کاری که بتونم. هر کاری که از دستم بر بیاد. هر کاری، هر چی که اینجا هست بردار و برو. خونه زندگی ما همش مال تو، ظاهر و باطن هر چی که هست. پولم ندارم ولی قرض میکنم، تا آخر عمرم میرم زیر بار قرض. فقط از حقت بگذر، ببخش. تو میخوای شوهرت برگرده سر زندگیت، بالا سر بچت، دقیقا همون چیزایی که از من گرفته. آره، شوهرت و لیاقت پدر بودن رو نداره. چی میخوای بگی؟ شما گوش کنید به حرف من عزیز من، چیکار به این کارا داریم؟ اصلا درست نیست. خواهش، من با تو تماس میگیرم، خودم رنگشو زنگ میزنم بهتون میگم. خواهش میکنم. چه موضوعیه برای من نوشتین؟ شما خانومه؟ معظمی، سحر معظمی. خانم معظمی، اصلا شما با مجله من آشنایی دارین؟ اصلا تا حالا مجله منو مطالعه کردی؟ این موضوعی که شما نوشتی اصلا هیچ جایگاهی واسه چاپ نداره تو مجله من. اینقدر از شما تعریف کردن، گفتم الان میاد اینجا یه شاهکار میاری. اگه سوژه بهتری پیدا کردی بنویس، حتما بیا کمکت میکنم. از 4 سال پیش تا کنون نگاه کن زنه رو. این چه کاریه خانم؟ مجله رو بدی خانم. اینه فکر کنم همون خانم هست. آدم فروش عوضی. من آدم فروش نیستم. مجبور شدم قصه تو رو بفروشم تا نجابتمو نفروشم. میخواستم قصه کوکب رو چاپ کنم تا چندر خواست در بیارم بدم صابخونه، اما قصه اونو چاپ نمی کردن. مجبور شدم قصه تو رو بفروشم. دیدی وقتی یه نفر کنار خیابون با یه پیت خالی تو دستش وایستاده، هیچکس براش نگه نمیداره، اما چند قدم اونورتر اگه یکی تصادف کرده باشه هزار تا ماشین براش نگه میدارن تا تماشاش کنن. مردم برای دیدن یا خوندن بدبختی آدمو پول خرج میکنن، اما وقتی گرفتاری کمکش که نمیکنن، هزار جور پیشنهاد بهش میدن. قرار بود گزارش ماه بعد چاپ بشه، من فرصت داشتم بهت بگم چه غلطی کردم، اما از بدبختی دیشب با خبر شدم که مطلب کم آوردن، داستان تو رو چاپ کردن. منو ببخش، خیلی ترسیدم بهت بگم. سهر، سهر، وایستا دختر، وایستا.
بود را دادی تو زندگی من. آروم باش دخترم، تو از کجا میدونی؟ شاید خیریت توشه. من هم صبح این زن بیچاره سارا رو میگم، چند دفعه زنگ زده گفتم نیستی. ببین الهی من قربونت برم، چند ساعت بیشتر نمونده، نمیخوای تجدید نظر کنی؟ علیکم سلام. بالاخره روزی که انتظارشو داشتی رسید. امروز من نماینده داستانم اینجا. حکمم براتون به موقع قرائت میکنم. اما خواستم عنوان آخر مطلبت بگم، درسته که تو قرآن به قصاص اشاره شده، ولی بیشتر به رفعت و عفو تاکید داره. علی ای حال شما قصاص حقتونه و دادگاه به همین دلیل به شما رأی داده. فقط امیدوارم بعداً از تصمیمی که گرفتید پشیمون نشید. من حقمو میخوام آقای قاضی. Thank you.
ببرش تو. بفرمایید. نمیذارم بری تو، نمیذارم. فرزان التماس میکنم، رحم کن به من، بچم رحم کن، بچم دختره، به من بچم مادری کن. مادر عاشق، مادر میبخش، عاشقت بود بهت زخم زد، منم عاشقم، زخم نزن. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص اتهام آقای بهرام محبی فرزند جواد دایر بر پاشیدن ماده شیمیایی از نوع اسید سولفوریک در تاریخ 21/6/1389 به صورت و چشم چپ خانم فرزانه حجازی فرزند حشمت، با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بازجوی پلیس، شهادت شهود حاضر در صحنه ارتکاب جرم و در نهایت اقرار سریع متهم، مستنداً به بند الف ماده 290، 360 و 689 قانون مجازات اسلامی، مشار الیه محکوم به قصاص عضو چشم چپ با رد نصف دیه همان عضو توسط شاکی به متهم و در خصوص صدمات وارده به صورت به پرداخت دیه و عرش زیبایی محکوم می‌گردد. علی‌هذا طبق لایحه دفاعیه که توسط وکیل شاکی تنظیم گردیده است، نظر به اینکه زیبایی سرمایه ایشان بوده و نیست، لذا دریافت دیه از جانب شاکی منتفی بودند و در نتیجه دادگاه رأی به قصاص متهم می‌دهد. رأی صادره به تایید دیوان عالی کشور رسیده، قطعی و لازم الاجرا میباشد. خانم فرزانه حجازی، شما قصد گذشت ندارید؟ هیچ رأی برای بخشش وجود نداره؟ چرا آقای قاضی میخواد ببخشه؟ ما با هم حرف زدیم، التماسش کردم، گفتم رحم کن، نگاش کن، منو ببین، ببین دخترمو. چرا آقا قراره ببخشه؟ بگو میبخشی. نه خیر. نه تو رو خود التماستون میکنم آقای قاضی، یه بار دیگه میخوام به بیرون راه نمایش کنید. آقا خواهش میکنم. موارد پزشکی ویژه برای اجرای حکم انجام شده آقای دکتر؟ موقع اجرای حکم انجام میشه. بسیار خوب، متهم برای اجرای حکم به اتاق ویژه هدایت کنید. Thank you.
فرزانه خیلی دنبالت گشتم، هیچ وقت نتونستم بهت بگم، یعنی بلد نبودم بگم، اما واسه دخترمون گفتم که چه مادر خوب و مهربونی داره. چند روز کجا بودی؟ خونه یکی از بچه های دانشگاه. ببینم خونه اون پسره که نه فکر میکردم سینا مرد رویهامه، درستم فکر میکردم، اون فقط تو رویهام بود نه تو واقعیت. دخترم عشقای خیابونی تو خیابونم تموم میشه.
میخوام برگردم خونم. خیلی خوشحال شدم عزیزم، خیلی کار خوبی میکنی. فرزانه کجاست؟ فرزانه رفت. از من ناراحت بود؟ نه بابا. اونا چی؟ فهمیدم بچه از فرزانه داره؟ نه، این یه رازه بین تو و من و خود فرزانه، دیگه هم هیچی نگو.